امیر المؤمنین مولا علی ارینی، امیر المؤمنین مولا علی. این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها رو درک میکنند. آینه تربیت، خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر گل سرسبد عالم هستی، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت. سلام می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب و گرامی که در این ساعت با برنامه آینه تربیت با ما همراه هستین. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین، می‌دونیم که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی به بحث تربیت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌پردازند. لطفاً با ما همراه باشین تا شما رو با جملات تربیتی دیگه‌ای از این بزرگ مرد تاریخ بشریت بیشتر آشنا کنیم. ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، ای روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولایت و یا علی. گرامیان، از دیدگاه اسلام آرزوهای بی حد و حصر و دست نیافتنی، محصور شدن در چارچوب طرح‌ها و نقشه‌های بی پایان و فراموشی خود در این میان، سرچشمه بسیاری از خطاها و گناه‌های انسانه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمودند: علاقه به دنیا منشأ هر اشتباه و خطایی است. بله، هشدارها و تأکیدات فراوان اسلام بر پایان یافتن دوران زندگی انسان در دنیا و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگه جزء مهمی از مجموعه پند و اندرزهای دینیه. این امر در تربیت اسلامی از جایگاه مهمی برخورداره، به نحوی که بر تعیین نوع رفتار تربیتی و جهت‌دهی به اون تأثیر انکارناپذیری داره. استاد محمدی در نخستین بخش از سخنانشون به یکی دیگه از اهداف متوسط تربیت، یعنی معاد شناسی، اشاره میکنن که بسیار در خور تأمله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در اهداف متوسط تربیت بود و یکی از نگاه‌هایی که به اهداف متوسط داشتیم این بود که اهداف رو بر حسب مبانی تربیت معرفی کردیم، و چون مبانی مهم تربیت اسلام سه تا ثابت مبانی خیلی زیاد، اون مبانی اساسی و اصلی تربیت اسلامی سه تاست: مبدأ شناسی، مقصد شناسی و راهنما شناسی. ما بر این اساس داشتیم هدف تربیت رو، اهداف متوسط تربیت رو ترسیم می کردیم. یه اشاره اجمالی داشتیم به اینکه مبدأ شناسی که از اهداف تربیتی که هرچی انسان بیشتر با خدا آشنا بشه و خدا رو هرچی بیشتر بشناسه به مقصد تربیت نزدیکتر شده. در فرمایشات امیرالمومنین و در قرآن هم مطلب فراوان مشاهده میشه، در فرمایشات پیامبر هم فراوان مشاهده میشه. البته اینکه عرض کردیم معناش این نیست که انسان حالا بتونه خدا رو اونگونه که هست، نه، هم به میزان ظرفیت خودش. پیامبر با همه عظمتش عرض می‌کرد که اللهم ما عرفناش حق معرفتش و ما عبدناش حق عبادتش. اگر پیامبر خدا را حق معرفتش نمیتونه کامل بشناسه، خب ماش به طریق اولا. اما به هر میزان که معرفت بیشتر بشه، به همون میزان انسان به خدا نزدیکتر شده، یعنی به هدف غایی نزدیکتر شده. در این زمینه آیات و روایات انقدر زیاده که اگر ده‌ها جلسه هم گفته بشه باز نمیشه همش گفته بشه، ولی خب در همین حدی که اشاره کردیم کافی. دومین هدف متوسط تربیت معاد شناسی است، فرجام شناسی است، که خیلی مؤثره در این که انسان راه رو سریع بره و مقصد برسه.
این که در روایات ما یاد مرگ رو فراوان مطرح کردن، اون برایند این تأکیدها همون تربیت شدن هست. امام صادق علیه السلام فرمودن یاد مرگ اون پرچمهای هوا و هوس رو در هم میشکنه، جلو گناه رو میگیره، قلب رو رقیق میکنه و چیزی از این قبیل. همه اینها اینه تربیت. معاد شناسی که از اهداف متوسطه که از زوایای مختلف و از ابعاد مختلف انسان رو به خدا نزدیک میکنه و هرچی معرفت بیشتر بشه انسان بهتر عمل میکنه. اگر بدونه که سفری در پیش است که این خوب بدیهی است، هیچ نیست که اصل وجود این سفر رو انکار بکنه. ولی کسانی که خدا رو هم قبول ندارن، معاد رو هم قبول ندارن، مرگ رو قبول دارن دیگه، مرگ رو همه انسان ها قبول دارن، که انسان بداند که سفری در پیش است و این سفر هم گردنه ها داره، این سفر هم نیاز به زاد و سوشه داره، برای این سفر باید برنامه ریزی کرد، نیازهای این سفر رو باید از قبل آماده کرد، مقصد رو باید دید، برای رسیدن به مقصد انسان باید ظرفیت های لازم رو کسب بکنه. همه اینها باعث میشه که انسان به خوبی مسیرش مسیر صحیح بشه و در واقع تربیت بشه. در آیات قرآن فراوان به نکته اشاره شده، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، خودتون و خانواده هاتون رو از آتشی بترسانید، از فرجامی بترسانید که آتشگیرهاش آدم ها و سنگ ها هستن، کبریتش آدم ها و سنگ ها هستن، یا اون چیزی باعث سوختن میشن، یعنی خود آدم ها باعث شعله ور شدن اون آتش میشن، سنگ ها خودشون میسوزن و آتش رو شعله ور میکنن. به هر حال این آیات و روایات از این قبیل خیلی فراوان هست، اینها نقش شناخت معاد رو در تأمین اهداف تربیت کاملا روشن میکنه. یک دم به خدا یو ببین چه کسی به چه بست دلی به که هم نفسی زین خواب گران خواب گران دوستان عزیز، ممنونیم که با برنامه خودتون آینه تربیت همراه هستیم. زندگی بر مبنای آخرت گرایی تحولی اساسی در رفتار و سلوک انسان ایجاد میکنه. تربیت دینی نقش مهمی در باروری عقل دینی از رهگذر القای تفکر آخرت اندیشی داره. از این رو در مفاهیم دینی یادآوری سرای جاوید و هشدار به انسان درباره آخرت فراوانه. قرآن کریم در آیه 48 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: و بترسید از روزی که هیچ کس عذاب خدا را از کسی دفع نمی‌کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می‌شود و نه یاری خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی و ادامه سخنان ایشون در این باره. باز ما چند جمله از فرمایشات مولا از همون نامه 31 نهج البلاغه رو که از کلیم نامه تربیتی هست میخونیم. حضرت در اون نامه فرمایید که وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، فرزندم بدان که مقابل تو یک راهیست با مسافت بسیار دور و سختی های فراوان، و انهو لا قنا بکفی ان حسن الارتیاد، بدان که در این راه نیازمندی هایی داری، این که بهترین و نزدیکترین راه رو انتخاب بکنی، و دو و قدر بلاغی که من الزاد مع خفت زهر، دوم این که باید به اندازه اون چی که تو رو مقصد برسونه زاد و سوش برداری، اما توجه داشته باش که قدرتت، توانت زیاد نیست که بارهای سنگین برداری، بنابراین به میزان توانایی خودت بار باید
وجود داشته. فلا تحملن علی ظهر چه فوق طاقتک فیکون و ثقل و ذالک و بالن علیک. بنابراین بار زیاد سنگین همراه خودت نبر. باری که اگر از طاقت زیادتر شد تو رو از پا در میاره. دست پاگیر میشه برات و اجازه نمیده که تو مقصد برسی. یکی این باری همراه خودت بر ندار. البته نداشت باشن دوستان که این زاد و توشه که انسان میخواد برداره غیر از اون باریست که همراه خودش میبره. به عبارت دیگه اعمال انسان به دو بخش تقسیم میشه. اون اعمالی که به منزله مرکب انسان محسوب میشه، وسیله است که انسان سوار میشه و با سرعت مقصد میرسه، اون اعمالی که منزله بار محسوب میشه. به اون اعمال قرآن میگه وزر، یعنی بار. گناهان بارهایی هستن و یا اون چی انسان جمع آوری کرده و حق شرعیشو ادا نکرده و با اون دارایی ها در راه خدا عملی انجام نداد، این همشن بار. اینا بار انسان رو سنگین میکنن و از رسیدن انسان به مقصد جلوگیری میکنن. اما بعضی از اعمال هستن که به منزله مرکب حساب میشن، به منزله آذوقه حساب میشن، مثل تقوا. خود مولا در بازگشت از سفین وقتی که رسیدن به یک قبرستانی اشاره کرد به اون اهل قبرستان که حالا جملات حضرت فراوان هست که ای اهل دیار و غربت و وحشت و چنین چنان، میخواد خبر بدیم به شما که در دنیا بعد از رفتن شما چه اتفاقاتی افتاد. بعد حضرت خودشون میفرمایند فعمد دور فقط سکنت، منزلهای شما توسط دیگران محل سکونت واقع شد، رفتن تو منزلهای شما دیگران نشستن. و عمل اموال فقط قسمت، دارایی های شما رو دیگران بین خودتون تقسیم کردن دارن استفاده میکنن. و اما ازواج فقط نکه هست، همسران شما رفتند و ازدواج کردند و دارن زندگی جدیدی رو ادامه میدن. حالا خبر ما اندنا، این خبر است که پیش ماست، شما بگید ببینیم که اونجا چه خبره. بعد خود حضرت فرمود اگر اینها اجازه حرف زدن داشتن یه جمله به ما میگفتن، میگفتن تزودوا فان خیر الزاد التقوا. بعد حضرت فرمود چه و اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك زادك الى يوم القيامه فيوافيك به قدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه و حمله اياه. اگر از فقرا کسی رو پیدا کردی که اینها بار تو رو حمل میکنن برات، پولایی که بهش میدی، ثروتایی که بهش میدی، او حمل میکنه تا روز قیامت، اونجایی که به شدت بهش نیاز داری اونجا تحویلت میده. اگر چنین فردی رو پیدا کردی فوراً بهش بده، بار رو بذار دوشه. البته برای او بار نمیشه، برای فقیر که این پول بهش میدی برای او وزر و وبال نمیشه، اما این فقیر اموالی که بهش دادی رو حمل میکنه تا قیامت، قیامتی که به شدت محتاجش هستی این اعمال رو به تو تحویل میده. و این چقدر زیباست این کلام حضرت که در واقع رهنمودیست برای این که انسان چطور معاد رو بشناسد و ببیند و براش کار کند. بیکرم مثل آسمان باشی، مثل یک باغ ارغوان باشی، زندگی هدیه خداوند مثل همراهان صمیمی. همچنان از رادیو معارف و از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه آینه تربیت همراهتونیم. شایان توجهه که ایمان به معاد ضامن اجرایی خوبی برای عمل به تکالیف و احکام الهیه و روح تسلیم و عبودیت رو بر وجود آدمی حاکم میکنه. به عبارت دیگه ایمان به معاد ریشه یأس ها و نومیدی ها رو که آفت جان انسان هاست می سوزونه و انسان رو امیدوار می کنه که هیچ یک از اعمال نیک او از صفحه هستی پاک نمی شه و مصائب و ناکامی هاش هم در این دنیا هیچ کدوم بی پاسخ نمی مونه. استاد محمدی در این مجال به بررسی نکات تربیتی دیگه ای از معاد می پردازن. با
با هم میشنویم. ما داشتیم گوشای سرماشات امیرالمومنین سلام رو میخوندیم خدمت دوستان. در همون نامه 31 از جمله فرمود که وعلم ان امامک عقبتا کعودا، بدان که مقابل تو گردنه های بسیار سخت و دشواری است که انسان نمیتونه از اون گردنه ها عبور بکنه. قرآن هم میفرماید که فلخته همل عقبه و ما ادراک همل عقبه، گردنه های بسیار بزرگ و خطرناکی است که انسان باید دل به این گردنه ها بزنه و تو چی میدانی ای پیامبر که این گردنه ها چه گردنه هایی است؟ بدان فرزندم که یه چنین گردنه هایی در مسیرته، این تو این گردنه ها انسان نمیتونه بار سنگین داشته باشه. بار سنگین انسان رو از لغزشگاه ها میلغزاند، از پرتگاه ها پرت میکند. المخفف و فیها احسن و حالا من المسقل، کسی که بارش سبکه خیلی حالش بهتره، وضعش بهتر از اون کسانی که بارشون سنگینه. اینا درس های تربیتی است که انسان با معاد شناسی فقط میتونه بهش برسه. والمبت و علیها اقبح و حالا من المسر، کسی که بسیار کند نمیتونه حرکت کنه چون بارش سنگینه، وضعش خیلی بدتر از اون کسی که با سرعت این گردنه ها رو طی میکنه. و ان محبتها بک لا محاله اما علی جنت او علی نار، بدان که سرانجام تو محل ورودت از دو حال خارج نیست. مسیر تو این حرکتی که داری سرانجام یا به بهشت منتهی میشه یا به جهنم. فرتد لنفسک قبل نزولک، خودت آماده کن که میخوای کجا وارد بشی. و وقت المنزل قبل حلولک، قبل از این که وارد منزل بشی قبلا باید منزل آماده کرده باشی. نمیشه انسان وقتی که به مقصد رسید تازه فکر کنه که حالا من منزل درست کنم، دنبال فرش باشم، دنبال خونه باشم، نه قبلا باید این کارها رو کرده باشی، باید قبلا منزل رو آماده کرده باشی. فلیس بعد الموت مستعتبون ولا الى دنیا منصرفون، باید بدونی که دیگه بعد از مرگ مجالی نیست که انسان بخواد اون موقع منزل درست کنه برای خودش، و بعد از این دنیا هم دیگه راه بازگشتی نیست که انسان برگرده دوباره به دنیا بگه خب حالا من باید موقعی که در دنیا بودم باید اینجا برای خودم یه منزل تهیه می‌کردم. تهیه نکردم، الان تهیه می‌کنم. نه، نمیشه این کارش. بگه خیلی خوب، ببین نداره، برمیگردم دنیا منزل رو تهیه می‌کنم، دوباره میام. اونجا هم بهش میگن کلا انها کلمتون هو قائلها حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگشون فرا می‌رسه میگن پروردگار دستور دادن برام گردونن، برگردم به دنیا لعلی اعمل صالحا فيما تركت، تا اون خونه که نساختم، عمل صالحی که انجام ندادم، اون کارهایی که باید انجام میدادم انجام ندادم رو انجام بدم. جوابش اینه کلاست، کلا اینها کلمتون و قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، نه بازگشت خبری نیست و در مقابل اینها برزخی است که تا روز قیامت ادامه داره. این گونه شناخت معاد گام بلندی است در تربیت، و لذا ما فرجام شناسی رو یکی از اهداف میانی تربیت به حساب میاریم. هنوز اهداف متوسط مونده، ما هدف متوسط راهنما شناسی رو بهش نپرداختیم، اما همین مقداری که راجع به مبدأ شناسی و مقصد شناسی گفتیم کفایت میکنه که دوستان بقیه مباحث رو هم خودشون پیگیری بکنن. ما در برنامه های آینده انشاءالله جملاتی رو در زمینه اهداف تفصیلی و اهداف جزئی تربیت خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد. آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. دوستان و همراهان گرانقدر، به پایان یکی دیگه از سلسله برنامه‌های آینه تربیت رسیدیم. امیدواریم در این لحظات کوتاه تونسته باشیم از کلمات نورانی مولا و مقتدای مؤمنان حضرت علی علیه السلام بهره این شایسته برده باشیم. خداوند مهربان یار و نگهدارتان. علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الناس والجنه، علی حبه جنه وسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا
إمام الناس والجنة علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الناس والجنة.